رودخانه بزرگ اثر ارنست همینگوی تهیه شده در بنیاد آینه قسمت اول رودخانه بزرگ قطار راه آهن از روی تپه گذشت و از سر پیچی که در آنجا بود عبور کرد و ناپدید گشت. نیک روی مقداری پارچه کتانی که در پشت ماشین باری بود دراز کشیده و مشغول استراحت کردن بود. راننده ی ماشین باری از آن پیاده شد و نیک را صدا زد. آنجا شهری به چشم نمیخورد و تنها چیزی که در آنجا وجود داشت ریل های راه آهن و علف هایی بود که سوخته بودند. در آنجا قبلا سیزده سالن بزرگ گاوداری قرار داشتند و برای خودش شهری بود ولی نیک هیچ سالنی را نمیدید هتل شهر فرو ریخته بود و ویرانه های آن بر جا مانده بودند همه چیز و حتی سنگ ها به وسیله آتش سوخته بودند این ویرانه ها تنها چیزهایی بودند که از شهر سنی به جا مانده بود حتی روی زمین همه جا را خاکستر فرا گرفته بود و معلوم بود که همه جا سوخته است نیک به بالای تپه ها نگاه کرد ولی آنجا هم سوخته بودند. این شهر در اثر جنگ به این صورت در آمده بود. نیک به طرف پلی که در آنجا بود پیش رفت و از روی رودخانه گذشت. تنها رودخانه بود که به جامانده بود و موچهای آن به کناره پل می خوردند. نیک توی رودخانه را نگاه می کرد و ماهی هایی را که در آب سعی می کردند خود را نگاه دارند می دید. آنها متوجه نیک شده بودند و خود را سعی می در شنهای ته رودخانه پنهان کنند. نیک برای مدت زیادی به ماهی ها نگاه می کرد و از تماشای آنها لذت می برد. بعضی از ماهی ها سعی می کردند تا مانع شوند که آب آنها را با خود ببرد. آب رودخانه مقداری خار و خاشاک را که از بالای رودخانه آورده بود در کناره پل انباشته می کرد. در ته رودخانه نیک ماهی های بزرگتری را می دید. ولی قبلا آنها را ندیده بود چون آب زیاد زلال نبود. نیک ماهی های بزرگتر را که مشغول پنهان کردن و بازی در شنهای ته رودخانه بودند بهتر میدید. نیک به پایه های پل نگاه کرد. روز گرمی بود و آهن پل داغ شده بودند. نیک از دور به رودخانه نگاه می کرد و جریان آب را از میان درختان سوخته شده و اطراف می دید. بعضی از ماهی های بزرگ خوشحال بودند و از آب بیرون می پریدند. تا آفتاب آنها را گرم کند. قلب نیک به شدت می تپید و یاد خاطرات گذشته خود افتاده بود. او رودخانه را دوباره نگاه کرد و به آن خیره شده بود. نیک پس از مدتی به کنار ریل آهن برگشت تا کول پشتی و ساک دستیش را که در آنجا گذاشته بود بردارد. او قدری خوشحالتر به نظر می رسید. نیک خم شد و کیسهاش را مقداری منظمتر کرد. بالاخره او کول پشتیاش را روی پشتش انداخت ولی کیسه قدری برای حمل کردن سنگین بود. سپس او شروع به قدم زدن در کنار ریل آهن کرد. نیک شهر سوخته شده را دوباره مشاهده کرد. آتش حتی تپه های اطراف را سوزانده بود و اثری از سبزی به چشم نمی خورد. نیک دردی را که کیسه پشتیاش در روی شانهش ایجاد کرده بود حس می کرد. جاده در سر و بالایی تپه قرار داشت و برای او بالا رفتن از تپه مشکل بود. دستهای نیک درد گرفته بودند و به سختی عرق کرده بود چون هوا خیلی گرم بود. او شهر سوخته را پشت سر گذاشته بود و با خود فکر می کرد که چه روزهای خوشی در کنار رودخانه به ماهیگیری گیری گذرانیده است. حالا دیگر نیک از شهر سنی خیلی فاصله گرفته بود. نیک وقتی که از قطار پیاده شده بود، سوار یک ماشین باری شده بود و کیسه هایش را درون بارها قرار داده بود. ولی حالا آن کیسه ها خیلی سنگین بودند. شهر سنی سوخته بود و همه جا عوض شده بود. ولی این برای نیک بی تفاوت بود. او از جاده به سرعت حرکت می کرد و عرق می ریخت و از تپهی بالا رفت که ریل آهن را از باغ درختان خورما جدا می کرد. جاده پر از دستاندازهای های زیادی بود و از روی تپه ها ادامه داشت. نیک هنوز داشت راه می رفت. مدتی که گذشته بود، نیک به کنده درختی تکیه داد و با دستهایش مقداری علف از زمین بیرون آورد. او نگاهی به اطراف کرد و درخت های زیتون را که همه جا را فرا گرفته بودند نگاه می کرد. در قسمتی از تپه ها دیگر سوختگی به چشم نمی خورد و آنجا سبز سبز بود. در جلو نیک درخت های زیتون همه جا را پوشانده بودند. در قسمت چپش رودخانه قرار داشت. نیک نور آفتاب را که در آب افتاده بود از دور می دید و منظره جالب و دیدنی ایجاد کرده بود. آنجا خانه وجود نداشت و فقط درخت های زیتون و کاج بودند که همه جا را پوشانده بودند. نیک تپه های قهوه‌ای رنگی را که خیلی فاصله داشتند نگاه می کرد. آن تپه ها همگی سرسبز و پردرخت بودند. نیک برای مدتی روی زمین نشست و سیگاری را رو روشن کرد و مشغول کشیدن آن شد. او کول پشتیاش را به درختی طوری تکیه داده بود که سنگینی آن روی تنه درخت می افتاد. نیک هنوز مشغول سیگار کشیدن بود و مناظر زیبای اطراف را نگاه می کرد. او می خواست که نقشش را درآورد ولی از این کار پشیمان شد. نیک از روی رودخانه می توانست مسیر خود را دنبال کند و احتیاجی به نقشه نداشت. او همانطور سیگار می کشید و پاهایش را روی زمین دراز کرده بود. جیر کوچکی که سیاه رنگ بود روی جورابهای پشمی او نشست. همانطور که او مشغول قدم زدن در جاده شده بود، تعداد زیادی جیر جیرک را که به رنگهای مختلف بودند دید. آنها همگی پرواز می کردند و باد آنها را به هر طرف می برد. نیک همه اش به جیر که در حال پرواز کردن بودند فکر می کرد. او با خود اندیشید که جیر جیرکا از اینکه همه جا سوخته بود به اطراف حجوم آورده بودند. نیک فکر می کرد که تا چه موقع آنها می توانند در حال پرواز کردن زندگی کنند. او یکی از جیر جیرکا را که به جورابش چسبیده بود با دست گرفت و آن را به هوا پرتاب کرد. جیرجیرک به بال زدن در هوا مشغول شد و دور گشت. نیک به جیر جیرک با صدای بلند گفت پرواز کن پرنده ی کوچک و به جاهای سرسبزی برو نیک از جایش بلند شد او دستهایش را درون دستهای های پشتیش کرد و آن را روی دوشش انداخت او در کنار رودخانه به طرف تپه هایی که در جلوش قرار داشتند شروع به راه رفتن کرد او حالا دیگر خستگیش کم شده بود و با سرعت بیشتری قدم بر می داشت. حدود 300 متری که از آن شهر دور شد دیگر همه جا سرسبز بود و خبری از آتش سوزی نبود حالا نیک به شدت عرق کرده بود همه جا سبز و خورن بود و اثری از آتش سوزی به چشم نمیخورد نیک مناظر اطراف را که خیلی زیبا بودن نگاه می کرد. او از روی خورشید ادامه راهش را محاسبه کرد. نیک دنباله رودخانه را گم کرده بود و میخواست آن را پیدا کند. نیک چند شاخه سرخس نرم را پیدا کرد و آنها را از شاخه جدا و زیر کول پشتیش قرار داد چون کیسه خیلی پشتش را اذیت می کرد. سرخس ها بوی خوبی می دادن و نیک آن را دوست داشت. نیک خسته شده بود و عرق می ریخت و آرزو داشت تا قدری سایه پیدا کند. ولی همه جا درختان سایه نداشتند و نور آفتاب مستقیما بر او میتابید. او میدانست که رودخانه در سمت چپش قرار دارد ولی مستقیما حرکت می کرد. نیک از رودخانه حدود یک کیلومتر فاصله داشت ولی او به سمت جلو حرکت می کرد. نیک قصد داشت به قسمت بالای رودخانه برسد. او مدتی دیگر هم قدم زد و پس از مقداری راه رفتن به جنگلی از درختهای کاج رسید. نیک میان درختان کاج به راه رفتن پرداخت. درخت های کاج همگی بلند بودند و سرهایشان درون یکدیگر فرو رفته بود. شاخه های درختان کاج از زمین بسیار دور بودند و درازی آنها به 20 متر می رسید. درخت ها سایه خونکی روی زمین در میان بوته ها انداخته بودند. برک های سوزنی شکل کاج همه جا روی زمین پخ شده بودند و زیبایی خاصی داشتند. درختها جلوی نور خورشید را گرفته بودند و همه جا سایه بود. نیک کول پشتیش را روی زمین نهاد و در سایه دراز کشید. او روی پشتش دراز کشیده بود و درخت های سر به فلک کشیده ی کاج را نگاه می کرد. پشتش هنوز هم در اثر کول پشتی خسته بود و او سعی می کرد درد آن را با دراز کشیدن آرام کند. خاک زیر پشتش نرم بود و درد آن را آرام می کرد. نیک همانطور که آسمان را از لابلای درختان نگاه می کرد چشمهایش را برای مدتی بست. او چشمهایش را دوباره باز کرد و بادی را که در میان شاخه های بالای سرش میوزید احساس کرد. دوباره نیک چشمهایش را بست و به خواب فرو رفت. نیک در حالی که بدنش خشک شده بود بیدار شد. آفتاب داشت غروب می کرد و پایین آمده بود. کیسهاش به نظر سنگین تر شده بود. او همانطور که کوله پشتیش را بر پشت داشت خم شد و ساک دستیاش را برداشت. او درون جنگل کاج به سوی رودخانه به راه افتاد. نیک فکر می کرد که حدود یک کیلومتر از رودخانه فاصله دارد. نیک از روی تپه پایین آمد و از دشتی که پر از خار و خاشاک بود گذشت. سپس او از مرغزاری که در آنجا بود عبور کرد و به رودخانه رسید. نیک خیلی خوشحال بود که راه را پیدا کرده است. او دوباره کنار رودخانه به راه افتاد. نیک از میان آب کنار رودخانه قدم بر می داشت و پاچه شلوارش خیز شده بود. نیک یک روز گرم از راه آمده بود و آب رودخانه به او حالت خوبی میداد. رودخانه خیلی آرام بود و صدایی نمی کرد. نیک بالاخره درون مرغزار جایی نسبتا بلند را گیر آورد و وسایلش را در آنجا گذاشت. نیک به رودخانه نگاه می کرد و ماهی ها را که از آن بالا می میدید ماهی ها از جایی به جای دیگر حرکت می کردند و خورشید هم دیگر غروب کرده بود. نیک قدری اطرافش را نگاه کرد و نشست. ماهی های بزرگ خود را از آب به بیرون پرت می کردند و روی رودخانه دایره هایی ایجاد کرده بودند. ماهی ها حد زده بودند که هوا بارانی خواهد شد. زمین آنجا مرتوب بود و پر از چمن بود. نیک میخواست چه زودتر برای خودش کمپی درست کند تا در پناه آن قرار گیرد چون روز خسته کننده ای را پشت سر گذاشته بود. او خیلی گرسنه بود و دلش میخواست یک ماهی را میگرفت و میخورد. نیک دوتا درخت کاج را که در یک ردیف بودند پیدا کرد سپس از کول پشتیش یک میله بیرون آورد و آن را روی زمین نهاد. زیرا آنجا جای بزرگی بود و او به راحتی میتوانست کمپی درست کند و بخوابد. او شنها را که روی زمین بودند، کنار زد و مقداری سرخس نرم را به جای شنها روی زمین قرار داد. دست های نیک بوی خزه ها را گرفته بودند. او نمیخواست که شاخه های درخت و قلوه سنگ ها زیر پتویش باشند و او را ناراحت کنند. نیک همه جا را به درستی تمیز کرد و شاخه سرخس انداخت. سپس او سپتو را که همراه خود آورده بود، بیرون آورد و دوتا را روی میلهی که روی زمین بود تا کرد و یکی دیگر را برداشت. پتوها را به میله آویزان کرد و آن را به شکل چادر درآورد. نیک یک شاخه کاج بزرگ را پیدا کرد تا از آن برای درب چادر استفاده کند. حالا چادرش روی زمین پهن شده بود و او می بایستی آن را به پایه درختان مجاور متصل می کرد تا چادرش افراشته شود و او بتواند درون آن به راحتی بخوابد. نیک با تنابی که در کیسه اش داشت چادر را خوب محکم کرد و به تنه درختان مجاور بست. او دو تا میله دیگر را هم به زمین فرو کرد تا پایه های چادر را درست کند و میله اصلی را روی آن دو قرار دهد. نیک سپس مقداری پارچه روی پشت و جلوی چادر کشید تا مگس ها نتوانند داخل آن شوند. او از بقیه وسایلی که در کیسه داشت به عنوان متکا استفاده کرد و آن را در قسمتی که میخواست سرش را قرار دهد گذاشت. توی چادر بوی سرخص میداد و بسیار خوشبو بود. سرانجام نیک آنجا یک چادر ساخته بود که مانند خانه اش بود و او خوشحال و راضی بود. نیک درون چادری که درست کرده بود خزید. او همه یه روز خسته شده بود و این چادر خستگی او را رفع می کرد. حالا نیک همه چیز را رو راه کرده بود و سخت گرسنه شده بود. نیک از توی کیسه اش میخی بلند درآورد و آن را به درختی کوبید. او با دقت کوله پشتیش و وسایل اضافی را به میخ آویزان کرد. نیک خیلی احتیاط میکرد چون همه ی لوازمش در کوله پشتیش قرار داشتند. نیک خیلی گرسنه بود و فکر نمیکرد تا به حال این چنین گرسنه شده باشد. نیک دو قوطی را که لوبیا و ماکارانی بودند از میان کوله پشتیش بیرون آورد و سپس آنها را درون تابه اش ریخت. نیک برای مدتی به غذاها خیره شد و گفت من حق دارم که این غذاها را بخورم چون امروز خیلی کار کردهام. نیک مقداری آتش روشن کرد و اجاقی نیز درست کرد. سپس او تابه را روی شعله ها گذاشت تا گرم شود. او بوی غذاها را میشنید و گرسنه شده بود. بالاخره غذاها گرم شدند. نیک آنها را با یکدیگر مخلوط کرد و آنها حالا به جوش آمده بودند. نیک سپس یک قوطی رو به گوجه فرنگی را بیرون آورد و مقداری از آن درون تابه ریخت. نیک مقداری نان هم در آورد و کنار آتش نشست و تابه را از روی آتش برداشت. او نصف غذا را توی بشقابی ریخت تا سرد شود. نیک مقداری با غذا بازی کرد تا خنکتر شود و سپس شروع به خوردن کرد در حالی که آتش را نگاه می کرد. ناگهان نیک متوجه گرد و قباری شد که در اطراف رودخانه بود. او لحظه ای از جایش بلند شد و با خود گفت خداوندا آن چه بود؟ سرانجام او همه یه بشقاب غذا را تمام کرد ولی اصلا متوجه نبود که نانش را با آن بخورد. نیک شروع به خوردن بقیه غذا که در تابه بود کرد. نیک از روز قبل که در ایستگاه قطار سنت اجنسی بود چیزی نخورده بود. نیک به این فکر می کرد که جاهای زیبایی در اطراف رودخانه برای کم زدن وجود دارند. نیک مقدار کمی چوب جمع کرد و آنها را رو روی آتش نهاد. آتش به زودی زبانه گرفت و بیشتر شد. او فراموش کرده بود آب برای درست کردن قهوه بیاورد. او سطل کوچکی را به دست گرفت و به سوی رودخانه به راه افتاد. همه ی خیز شده بودند و آب سردتر شده بود. نیک سطل را درون جریان رودخانه انداخت و مقداری آب از آن بیرون کشید. نیک دوباره به سوی چادرش برگشت. نیک میخه دیگری را بیرون آورد تا سطل را به آن آویزان کند. او کتری قهوه را تا نصفه پر از آب کرد و آن را روی آتش گذاشت تا بجوشد. نیک درست طرز درست کردن قهوه خوب را نمیدانست. او به یاد آورد که درباره درست کردن قهوه همیشه با دوستش هاپکین اختلاف داشتند. او تصمیم گرفت تا بگذارد تا آب کتری به جوش آید. این نوع قهوه درست کردن مخصوص دوستش هاپکین بود. نیک همیشه با هاپکین درباره همه چیز اختلاف داشت و این به او درس جدیدی یاد میداد. همانطوری که منتظر گرم شدن آب برای قهوه بود، نیک یک قوطی زردالو را بیرون آورد و در به آن را باز کرد. او زردالوها را در یک فنجان کوچک ریخ و همانطوری که مشغول نگاه کردن آتش بود، او آب زردالوها را سر کشید. او فکر می کرد که اگر زردالوها تازه بودند، بهتر بود. کتری آب به جوش آمده بود نیک تحمل کرد تا قهوه از کنار کتری بیرون بریزد و خوب گرم شود. او سپس کمی شکر در فنجانی ریخت و آن را از قهوه پر کرد تا سرد شود. او با کلاهش دسته یک کتری را گرفت و کتری را از روی آتش برداشت. نیک در همه حال به فکر هاپکین دوستش بود. او میدانست که هاپکین خیلی جدی بود و اصلا شوخی نمی کرد. زمان زیادی گذشته بود و نیک هاپکین را ندیده بود. هاپکین از شهر آنها رفته بود و تلگرافش به دست نیک رسیده بود. هاپکین اسلحه کمریش را به نیک داده بود تا با آن شکار کند. هاپکین دوربینش را به بیل داده بود. این هدایا همیشه و همه وقت یاد او را زنده می کرد. نیک و بیل و هاپکین قصد داشتند که تابستان بعد را با هم بگذرانند و ماهیگیری کنند. هاپکین حالا مردی پولدار و با قدرت بود. نیک قهوهش را نوشید و قهوه مزه خوبی میداد. نیک برای چند لحظه خندید چون دوباره یاد هاپکین افتاده بود. نیک به سختی خسته شده بود و قدرت حرکت کردن نداشت. او سرانجام با خاک آتش را خاموش کرد. او سیگاری روشن کرد و به درون چادر خزید. نیک کفش ها، شلوار و پیراهنش را درآورد و روی پتو نشست. او یکی از پتوها را روی خودش انداخت و دراز کشید. هنوز آتش روشن بود و نیک می توانست از توی چادر آن را ببیند. شب خیلی آرامی بود و نیک لذت می برد. نیک کاملا دراز کشیده بود و با خود فکر می کرد. ناگهان صدای پشه ای را در گوشش شنید. نیک کبریتی را روشن کرد و آن را به پشه نزدیک کرد و پشه را کشت. نیک دوباره روی پتویش دراز کشید. او خیلی خسته بود. او چشمهایش را بست و به خواب عمیقی فرو